کوچکشی و پول تفتیش را یاسین یوسفی رایگان کمک می نماید. یاسین یوسفی برنده بزرگترین جوایز در زمینه خرید و فروش. یاسین یوسفی با شماره تلفن 416-459-9993 در خدمت شماست. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور المسلمين خيرا فإنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما سيدنا ونبينا خاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حضرة أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الأجمعين والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. بنام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک شما خوبان،
شما بینندگان و علاقمندان نهایت ارجمند برنامه ندای رحمت از مجموع برنامه های قرآن، خانواده سالم و جامعه موفق. امیدوار هستم که همه شما بزرگواران لباس عافیت در تن داشته و در امورات زندگی موفق و معید باشید و انشالله که داشته های این برنامه مورد قبول و پسند شما عزیزان واقع گردد. امروز خرسند هستم و خداوند تبارک و تعالی را خوشحال هستم که در خدمت دوست بزرگوار استاد ارجمند دانشمند فرزانه جناب دکتر صاحب محترم سید حسن اخلاق هستم. دکتر صاحب بزرگوار بسیار خوش آمدین به برنامه، لطف کردین، محبت کردین. همه شما بزرگواران، اکثریت شما عزیزان هموطنان گرامی با چهره ایشان آشنا هستین و الحمدلله و تعالی با آثار ایشان همچنان آشنایت دارن. فقط من باب یک خوش آمدید اول برنامه و انشاءالله و تعالی حسن آغاز برنامه خدمت شما عزیزان عرض بکنم که دکتر صاحب محترم سید حسن اخلاق از اساتید برجسته فلسفه و از مشاهیر علمی جهان اسلام هستند و از افتخارات جامعه علمی وطن عزیزمان افغانستان، خصوصا در ساحه فلسفه و خصوصا فلسفه غرب. و خدا را سپاسگزار هستم که امروز ما از آثار این اندیشمند بزرگوار استفاده میکنیم، از آثاری که به طبع رسیدن همچون کتاب از مولانا تا نیچه، گفتمان فلسفی اسلام و غرب، سنت روشن اندیشی در اسلام و غرب و از سنت بلخ تا مدرنیت پاریس. دکتر صاحب بزرگوار بسیار خوش آمدین. اگر شما حال احوالی با بیننده عزیز داشته باشین انشاءالله تعالی در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و احترامات خدا خدمت همه بیننده های عزیز و مخاطبین محترمه برنامه تقدیم میکنم و امیدوار هستم لحظاتی که در خدمت شما و در خدمت بیننده های محترم هستیم، مخصوصا در این برنامه بسیار خوب و مبارک ندای رحمت، بتوانیم که آن چیزی که رضای خداوند تبارک و تعالی بر زبان آریم و در مسیر گسترانیدن رحمت الهی گام برداریم. دکتر صاحب محترم، با توجه به اینکه این برنامه همچنان که در قسمت اول برنامه خدمت شما زنده خدمت عزیزان عرض کردم، خدمت شما بزرگوان، برنامه ندای رحمت که در حقیقت مجموع برنامه هایی از قرآن، خانواده سالم و جامعه موفق هست، در حقیقت بحث های مختلفی خصوصا در رابطه با مطالب و موضوعاتی که امروز اجتماع ما در عرصه‌های مختلف در رابطه با او فکر میکنن و توزیع فکر میکنن و همچنان تحقیق دارن و این مسائل بسیار عنوان میشه و هدف برنامه هم همین هست، خواستیم که از جناب شما خواهش کنیم که با توجه به اینکه دیدگاه های شما واقعا در کتاب ها و آثار شما و در صحبت های واقعا گیرای شما نهفته هست و برای همه بزرگواران و خصوصا جامعه خردورز و به دنبال علم و دانش معلومتر، خواستم در ابتدا در رابطه با رابطه علم و دین قدری برای ما صحبت بکنه. خواهش میکنم. سوال بسیار مهمی را شما مطرح کردید و در این حال سوالی که پرداختن به او یک مجال بسیار وسیع را در بر میگیرم. اما جهت ورود به بحث مکاتر عرض میکنم، این قسمی که ما امروز میبینیم رابطه علم و دین را به عنوان یک سوال مطرح میکنیم، خب بیشتر یک سوال و یک مفهوم و پرسش امروزی است، ولی به قسم دیگر و به صورت دیگر از آغاز پیدایش بشر این سوال مطرح بوده است. اگر بخوایم این سوال در تاریخ تفکر و کنکاش های بشری دنبال کنیم، با عناوین مختلف همین سوال دیده می شود که همه این عناوین در این نکته وحدت دارند، در این نکته یکی می شوند.
که یک سلسله یافتهای به نام یافتهای معنوی، یافتهای آسمانی، یافتهای قدسی از امور ماورایی بشر داره که عنوان دین میگیره به خودش، و یک سلسله یافتها و فراورده های بشری بشر داره، از مغز خودش، از عقل خودش، احیانا از قلب خودش، از حواس خودش، از حتی خیالات خودش. لذا این سوال همیشه مطرح بوده است که نسبت بین یافته های بشری و یافته های ماورای بشری که بر بشر نازل شده است چیست. این یافته های بشری رنگ و لعاب های مختلف به خود گرفته می گره، گاه اوقات گفتم از عقل بشر حکایت میکنه که در واقع میشه نسبت بین دین و فلسفه، گاه اوقات است که از قلب آدمی حکایت میکنه که او عبارت است از نسبت بین دین و اشراق یا تصوف یا عرفان، گاه اوقات است که از نتیجه یافته های حسی آدمی حکایت میکنه که ساینس امروزه بر او مبتنی است، لذا می شود رابطه بین علم و دین. تأکید کنم همینجا که علم اینجا که گفته میشه، ساینس غیر از او چیزی است که ما معرفت یا نولج میگیم که او در قدیم مطرح بوده است، ولی ساینس در روزگار ما خیلی گستره یافته و مطرح شده است. یا با قوه دیگری در وجود آدمی است که عبارت است از خیال و تصورات خیال انگیز که در اون صورت رابطه دین و هنر مطرح می شده است، یا نتیجه و برآورد برونی علم که تکنیک معمولا ما می خوانیم یا تخنیک، رابطه بین علم و تخنیک یا صنعت. لذا در واقع ذات همه مسائل به همون چیزی باز می گرده که عبارت است از رابطه بین یافته های آسمانی و ماورایی آدمی با یافته های زمینی و طبیعی آدمی. این چگونه رابطه است؟ بله بله. این سوال گفتم یک سوال بسیار اساسی است که حتی گاهی اوقات ادعا شده است، اگر اشتباه نکنم باید که دانته باید جمله را گفته باشه، که بزرگترین و برجسته ترین لحظات تاریخ لحظاتی است که همه مجادله خیلی جدی و پر شور و پر عمق پی گرفته شده است. یعنی در واقع نمیشه به راحتی حرف زد، گاه اوقات از 4-5 گاه اوقات کمتر و زیادتر نوع رابطه و اصطلاح مطرح شده است. آیا ما مشخصا به سوال شما باز میگردیم و یک مثال من عرض میکنم در رابطه با رابطه علم و دین، آیا علم و دین دو قلمرو کاملا مستقلی هستند که هیچ کدام به دیگری ارتباط نداره؟ خیلی ها اینطور تصور میکنه، فیلسوفان دین جدیدی هستند که این نظره داره، میگه علم به قلمرو طبیعت سر و کار داره و علم به قلمرو مابعد طبیعت سر و کار داره، لذا در باب دو چیزهای کاملا متفاوت صحبت میکنه. بعضی دیگر از فیلسوفان بر این نظره که نه، دین هم درباره امور طبیعی حرف زده است و علم هم ما از فیزیک استنباطات ماورا طبیعی میکنیم، پس به دو قلمرو و سپهر کاملا مختلف اینا تعلق نداره، ولی دو نوع بیان و دو زبان مختلف داره، لذا رابطه این دو رابطه دو زبان متفاوت هست با هم دیگر. یعنی زبان معناداری دین و زبان معناداری علم. بله بله بله، یک بیان دقیق تری که خب پس دو زبان مختلف هست، حالا هر یک از این زبان ها چه معنایی دارن و چطور میتوان معنای اینها رو فهمید؟ مثلا چون یه عنوان است که امروز خیلی به کار میبره، معناداری زبان دین، من هیره یک چند جمله درباره مطلب توضیح میدم. خشم ببینید، به اصطلاح مثلا کسی میگوید که حالا اینجا چیزی قلمی پیدا شده، قلم رو اگر در هوا ما رها کنم به زمین میافته. چرا؟ چون چیزی به نام جاذبه یا گرانش زمین وجود داره که ایره جذب میکنه و به طرف پایین میکشانه. پس در واقع هر چیزی که سنگین است به طرف زمین سقوط میکنه. این یک جمله و یک گزاره علمی است. شما میگه من معنایی را نمیفهمم، میگه معنایش یعنی که شما چشمان خود را باز کن ببین این مطلبه که این امر سنگین به پایین افتاد. بار اول که شما میبینید میشود یک درک حسی، ولی بعد از چند بار که به طور مکرر و به اصطلاح پیش بینی پذیر
شما به یک مطلبی میرسید که چند بار تکرار شده و میتوانید پیش بینی کنید که اگر فلانی همی قلم را در هوا رها کنه به زمین خواهد خورد، وقت تجربه به دست میآید و ساینس به وجود میآید. پس معنای یک قضیه و جمله علمی را از طریق حس و بالاتر از آن از طریق تجربه میتوان فهمید. یک زمانی مخصوصا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که علم تازه جولانگری شدید خودش شروع کرده بود و نشان میداد که خب به حال خیلی از آرزوهای بشر تحقق بخشیده است، متاسفانه این تصور خام شکل گرفت که همه زبانها را با همین واسطه ای که ما زبان دین را معنایش را میفهمیم با همین واسطه معنای بقیه چیزها را ببینیم. لذا به این خاطر او جراح مشهور گفت که من میخواهم اگر دین میگوید خدا وجود دارد، عالم تجربی ساینتیست میگوید جاذبه عمومی زمین وجود دارد و من میتونم این را تجربه کنم. حالا اگر عالم دین هم میگوید خدا وجود دارد، من میخواهم زیر کارت جراحی این را تجربه کنم، بیایم ببینم. پس با توجه به روشی که برای تثبیت معنای جملات علمی مطرح شد که عبارت است بود از حس و تجربه، این تصور به وجود آمد که معنای جملات دینی را هم باید این تجربه اینچنینی کرد و این یک بحثی را در فیلسوفان دین برافکند که اولا آیا این درست است که همه چیز باید تجربه علمی شود، و ثانیاً آیا اگر همه چیز هم تجربه حسی می شود، آیا دین هم در همین گستره قرار می گیرد یا نمی گیرد؟ لذا این بحث معناداری زبان دین مطرح کرد و کسایی مثلا حتی در روزگار ما فیلسوف مشهور دین است به نام جان هیک که ایشان با همین پیش فرض هم پیش می رود، می گوید بازم زبان دین معنادار است، یعنی می شود مسائل دینی را هم تجربه کرد. دکتر صاحب محترم، با توجه به اینکه وجه تمایز انسان و سایر موجودات انسانیت اوست و طبیعتا در قالب دو گرایش یا گرایش های همچون روحانیت و معنویت یا به اصطلاح کمالهای انسان تعریف میشه و همچنین بعد دیگر تفکرات و تعقلاتش، میخوایم که در این رابطه شما یک مقدار خصوصا از دیدگاه فلسفه روشنی بندازین که عقلگرایی خصوصا در اندیشه دینی ما چه جایگاهی را داره و چه رابطه‌ای را داره و امروز چگونه به این موضوع نگاه میکنن. سوال بسیار خوبی را مطرح کردید. فقط من یک نکته، چون سوال قبلی گذر کردیم را بیاید فرجامی رسانده باشه، یک نقطه در پیوست سوال قبلی عرض کنم بعد وارد سوال جدید میشه. پس بحث رابطه علم و دین یک بحث بسیار مفصل و امروزه پروفشنال و تخصصی و مسلکی است. یکی از مشکلات جامعه فرهنگی ما افغان ها است که مسائل بسیار بسیار جدی و گسترده و عمیق خیلی ساده میگیره. چه دیندار ما به راحتی کار میکنه، چه بیدین ما به راحتی کار میکنه. صحبت سر این نیست که خب به هر حال کدام یک درست میگید کدام یک اشتباه میگید. صحبت سر این است که به راحتی نمیشود در این مباحث سخن گفت و لذا نه اثبات مطلب به راحتی آسان است، نه انکار مطلب به راحتی آسان است و در واقع از سوء استفاده این چنینی باید همیشه احتراز بخشید و توجه داشت به این مطلب. اما در رابطه با البته یک سوال دیگر برای من از ذهنم ایجاد کرد دکتر صاحب محترم، که پس شما این رابطه علم و دین در حقیقت چه نوع رابطه فکر میکنن؟ یعنی از نوع رابطه ها ببینید، به اصطلاح من بازم میترسم یک بحث بسیار گسترده رو با هم شروع کنیم و مخصوصا در این مجال اندک و مخصوصا با مخاطب با توجه به تشتت تفکرات مختلف امروزه خصوصا و از دیدگاه فلسفی، من میخوام یک مقدار بازتر شوه، چون شما یک صاحب نظر واقعا الحمدلله و تعالی بزرگوار است. نظیف از این بابت خواستیم که این رابطه را شما برای ما مشخص تر بیان بکنن. شما لطف دارید. ببینید، حالا من پس یک مقدار حوزه را خردتر میسازم تا راحت‌تر بتوان صحبت کرد.
چون عنوان رابطه علم و دین میان هر دین و هر علمی می شود این رابطه را بیان کرد. یکی از مشکلات ما مسلمان هایی است که نه دین خدا درست میشناسیم و نه میتونیم فرقی را با ادیان دیگه درک کنیم. ما یک وقت دیگه خدمت دیگه تعداد از دوستان نکته را عرض کردم که اصل دین شناسان است. میگوید کسی که یک دین را تنها میشناسد او هیچ دینی را نمیشناسد. ما هم اگر احساس میکنیم فقط اسلام میشناسیم و بقیه ادیان نمیشناسیم، در واقع ما اسلام هم نمیشناسیم و ما در حق لغات و واژه ها فوق العاده ظلم میکنیم. نه فقط در باب خود انسان ها و در باب عالم طبیعت، که در باب زبان هم خیلی ما ظلم میکنیم. به راحتی کلمات به کار میبریم و این مشکلی است که ما داریم. پس ما به خاطر که کمی قضیه روشن‌تر شد، مشخصا برمیگردم به رابطه بین ساینس یا علم به معنای ساینس و اسلام. بله. اسلام هم وقتی میگیم یک دامنه باز بسیار گسترده داره. بله. که وقتی اسلام میگیم یعنی چی؟ یعنی فقهای اسلامی، یعنی محدثین مسلمان، یعنی متکلمین مسلمان، یعنی فیلسوفان مسلمان، یعنی صوفیان مسلمان، یعنی کیا؟ بله. و باز هر یک از اینا حتی در دنیای امروز نیک گستردگی آنقدر زیاد شده و به همین خاطر فاصله ما مسلمان ها با دنیای امروز خیلی زیاد میشه. بله. که این مسئله رو واقعا درک نمیکنیم. حتی وقتی ما محدثین میگیم یا وقتی ما فقها میگیم به راحتی مشخص نیست کدام فقها. بله. فقهای کدام مذهب، محدثین کدام فرقه اسلامی. و باز داخل او دوباره به هر حال باید را باز کرد. وقتی حتی فقهای مثلا شما میگین فقهای شیعی، بله. باز کدام فقیه شیعی رو شما برمی‌شمارید؟ 400 سال پیش میگید، امروز میگید و به اصطلاح مکتب نجف میگید یا مکتبی که علمای نجف با علمای کربلا باز با هم تفاوت روی کرد داشته، تا چه رسه به مکتب قم، تا چه رسه به جای دیگری احیانا. بنابراین ما بسیار در حق واژه‌ها ظلم میکنیم و یک مشکل یا یک قضیه است که بعد به راحتی نیره برای بایی میتونیم حیاهو بپا کنیم، بایی میتونیم به حال در واقع مشکلات ایجاد کنیم. این مسئله است که وجود داره. من مشخصا میخوام بگم بین دین و بین علم، که منظور ما از علم ساینس است نه معرفت و نولج، و منظور ما از دین قرائت کلامی عدلی و عقلی از دین است که عبارت است از قرائت معتزلی، قرائت شیعی، قرائت ماتوریدی که مسلمان های غیر عرب جهان اسلام به این قرائت معتقده. به این خاطر من روی قرائت تاکید میکنم. شما میگه چرا قرائت اشعری رو نمیگی؟ میگم قرائتش دغدغه ما مردم نیست. بدانیم یا ندانیم اشعریت در افغانستان به معنای یک مذهب رسمی هیچگاه نیامده است. ولی ماتوریدیت ما بدانیم یا ندانیم آمده است. بر حال اهل سنت افغانستان ماتوریدی است. معتزلیت هم به خاطر میگم که یک وجه آرمانی برای روشنفکرای جهان اسلام ساخته است. بله. و شیعه هم که ما خود ما به اصطلاح باز یکی از واقعیت‌های جامعه ما هست. بله. طبق این قرائت بین اسلام و بین علم فوق‌العاده رابطه همکاری وجود دارد. بله. یعنی چی رابطه همکاری وجود دارد؟ یعنی اینکه می توان حقانیت برخی یا بسیاری از گزاره های دینی را توسط علم فهمید، ولی این به معنای آن نیست که همپوشانی باشه. هر بله. چیزی که علمی دینی هست حتما با علم باید ثابت شود. از اون طرف دین چه کار میکند؟ دین برای علم یک افقها، یک روزنهای جدیدی باز میکنه. عالمی عالم است که بتونه در فضای علمی خودش یک دریچه تازه باز کنه. این دریچه تازه چطور باز میشه؟ یک بحث مفصل است در فلسفه علم که خب در چه فضای عالم قرار میگیرد به اصطلاح دریچه تازه باز میشه. یکی از اون فضاها فضای دینی است. یعنی آدمی وقتی که متاثر از فرامین دینی است یا در واقع حتی محترمانه به فرامین دینی چیز میکنه، نگاه میکنه، خیلی طبیعی است که این آدم نکاتی را جستجو کنه و نکاتی به ذهنش خطور کنه که انسانی که در این قلمرو نیست اون نکات به ذهنش خطور نکنه. لذا یه حد اقل، تاکید میکنم، حد اقل کمکی است که دین برای علم میکند. به نظر من ما به عنوان جامعه اسلامی نیاز داریم که دو تا رو همزمان با هم داشته باشیم. توجه به علم موجب می شود که دین به خرافه تبدیل نشود.
یک مثال عینی لطفا آره. ببینید ما خیلی از مسائل دینی داریم که به اصطلاح اینا مطرح میشد، مثلا مفید بودن بعضی از عناصر طبیعی یا تقدس یافتن چون وجه دینی مطرح میشد. بعضی درخت ها رو خیلی ها به اصطلاح مقدس حساب میکنن. خب اینجا ما اگر روی کرده ما به یک درخت، نگاه ما به یک درخت صرفا یک نگاه دینی، یعنی نگاهی که مورد به اصطلاح احساس میکنیم حمایت ماوراست، نه با عقل و طبیعت عقلانی ما سازگار است، اگر با این روی کرد ما به یک درخت نیا کنیم شاید همیشه دوره او درخت بچرخیم. ولی برعکس اگر یک وقتی بگوییم که خب مقدسات برای خود تعریفی دارن و مقدسات برای خود حدودی دارن و در توصیه های دینی هم یک حدود و مرزهای وجود دارن، مشخص است که به دنبال چی بروید و چه نروید. و احیانا این سوال مطرح کنیم که خب به حال این درخت از لحاظ دینی چه ارزشی داره و واقعا چرا باید مقدس باشه، و حالا که مثل بقیه درختان است، مثل بقیه رشد کرده است، مثل بقیه عمر گذرانده است، مثل بقیه نمو یافته است و مثل بقیه شاخ و برگ پیدا کرده است، یک نگاه به اصطلاح گیاه شناسانه به او درخت کنیم، او حاله تقدس از او درخت دور می شود. ولی اگر او حاله تقدس و درخت را فرا بگیرد احتمالا ما دیگه به خرافه گرایانی نزدیک می شویم که خب به هر چیزی می تواند حاله تقدس ببخشه. یکی از بزرگترین نکاتی که اسلام به ما داره اینه که غیر از آن چیزی که خداوند گفته است مقدس است، چیزی دیگری مقدس نیست. یعنی چیزی که یا خداست یا نسبت به اصطلاح سایی نیست برای خداوند، علامتی است برای خداوند تبارک و تعالی. اگر درخت ما را به خدا متوجه کند از جهت توجه دادن ارزشمند و مقدس می شود، ولی بیش از این دیگر تقدسی ندارد. پس نکته ای شد که توجه کردن به علم موجب می شود در دین ما به خرافه نیفتیم. بالاتر از این ببینید کسانی وجود دارند، در این جامعه که شما زندگی می کنید یعنی در آمریکا، کسانی وجود دارند که اینها دین را با سحر و جادو یکی حساب میکنن. میگوید همین اندازه که امور دینی احساسات روانی ما را ارضا میکنه، همین اندازه سحر و جادو به حال آدم تسکین میبخشه. یا خانم میره پیش جادوگر، او جادوگر یک چیزای نقاشی های عجیب و غریبی برای او انجام میده و او یه احساس روانی پیدا میکنه. ما اگر دین خارج از علم بسازیم در این صورت این آدم ها زیاد نادرست نمیگوین، یعنی دین نزدیک میشد به چیزی که سحر جادوست. ولی از برعکس اگر دین را به علم نزدیک کنیم در اون صورت مشخص میشد که چه چیزی معیدات علمی داره و چه چیزی معیدات علمی نداره. پس پیوند بین علم و دین موجب میشود که دین به خرافه نیفته. این از این طرف. از اون طرف دیگر برای دین چه فایده، برای علم چه فایده داره دین؟ یک نکته شما خدمت شما عرض کردم و او ایست که در واقع افقهای ذهن دانشمند را باز میکنه. نکته دیگه ایست که دین برای علم موضوع میسازد. ببینید دانشمند دنبال ایست که روی یک چیز تحقیق کند، چه چیزی را انتخاب کند. توی یه عالم هزاران چیز وجود داره، ما چرا این را تحقیق کنم این که دیگر تحقیق نکنم؟ ممکن است یکی از علتهایی که ما موضوع تحقیق خود انتخاب میکنم او اسپانسرهایی است که هزینه زندگی ما را میپردازه، ولی یک قسمت از کار است. در واقع جهان علم مقدارش با اقتصاد پیش میرود، ولی اقتصاد سامان بخش همه جهان علم نیست. دغدغه های خود عالم که نکته بسیار اساسی است برای علم، و بدون دغدغه شخصی و کنجکاوی های عالمانه عالم هیچگاه علم شکوفایی پیدا نمیکنه. این متأثر از چیزهایی است که یکی از اون چیزها دین است. دین موضوع تحقیق می‌سازه. من یک مثال عینی بزنم خدمت شما. ببینید یکی مثال عقلی فلسفی تر می‌زنم که به اصطلاح مسئله چیز تر باشه. یکی از بحث‌های اساسی که در فلسفه در جهان اسلام مطرح شده است است که آیا اصالت با وجود است یا اصالت با ماهیت است. من این رو باز نمی‌کنم که وارد بحث خسته کننده و مانده کننده نشیم. ولی این سوال چرا مطرح شده است؟ چون در فلسفه اسلامی یک چیزی که فارابی، ابن سینا، کندی و دیگران بهش مطرح بوده است، میخواست است نسبت عالم با خدا مطرح کنه. به این خاطر میگفت است خداوند آیا به این عالم وجود داده است یا ماهیت داده است. لذا میشده است اصالت با وجود است یا با ماهیت است. ولی برای ارسطو و افلاطونی که به آفرینش معتقد اعتقاد نداشته، این سوال معنا نداشته است.
لذا او فلسفه اصلا در این جهت گستردگی پیدا نکرد. بس یک مسئله‌ای که دین به عنوان خلقت مطرح کرد برای فلسفه یک جهان جدید باز کرد، بحث تحت عنوان وجود و بحث تحت عنوان ماهیت و اصالت وجود و اصالت ماهیت و نسبت وجود با زمان و نسبت این با آدمی، که بعد این زمینه ساز فضای جدیدی میشد که حتی آدم میتونه رگاهای از اگزیستانسیالیسم و تفکرات فلسفی جدید در این مسئله جستجو کنه. این مسئله مسئله است که صرفا در فضای دینی امکان ظهور و امکان بررسی داشته. پس دین برای علم مسئله میسازد، علم دین را از افتادن به خرافه و سحر و جادو جلوگیری میکنه. بسیار تشکر دکتر صاحب محترم. با توجه به اینکه وقت اعلان تجارتی رسیده، انشاءالله بعد از یک وقفه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید.